البته روزی روزگاری کدخدا آقا به صادرات اموال فینیتو به روستاهای مجاور اشتغال داشتندی. شیرها را به روستای زوراباد صادر کنید، گندمها را به روستای چمن، گوشتها را به روستای فلشچین، پولها را هم به جیب کدخدا. خلاصه اینقدر صادر کرد و صادر کرد که صادرات دونش پاره شد. کدخدا آقا، دامدارها شیر و گوشت نمیدهندی، کشاورزها گندم نمیدهندی، میگویند همگی اعتصابیدندی. اعتصابیدندی؟ یعنی چی اعتصابیدندی؟ فلکشان کنید تا ادب شوند. کدخدا آقا، تعدادشان خیلی زیاد است، اگر سمت آنها برویم ممکن است آنها ما را فلک کنندی. بی ارزه ها، اسب من را بیاورید خودم برم پدرشان را در بیاورم. کدخدا آقا، اسبدارها هم اعتصابیدند. ای وای، چقدر خنگید شما، کاری نداره که، به چند نفرشون پول بدید اسبا را بدهند، بقیه هم راضی میشوند. کدخدا آقا دادیم، اما بقیه اسبدارها ریختند بابایش را درآوردندی. ای وای، یه خاکی بیارید لااقل تو سرم بریزم. کدخدا آقا، خاکدارها هم اعتصابیدند، خاکی نیست که در سرتان بریزندی. آخه کی این اعتصابیدن را یاد اینها دادندی؟ خب تقصیر خودت دیگه، انقدر مال مردم رو قلونبا کردی که کارت به استخوانشان رسید دیگه.